شما همون چیزی که من شنیدم و شنیدین، درسته؟ داره شوخی میکنه داداش، مگه نه مامان؟ دیشب شوخی کردیم، داری انتقام اونو میگیری؟ آره؟ مامان، منظورت از رابطه چیه؟ آتش سوزی، تو خونه غریب اتفاق افتاده. ریحان به تو گفته بوده بری اونجا. مامان، ریحانم میدونه؟ رابطه‌مون رو فهمیده بود. برای سوء استفاده به خاطر پرونده هیئت مدیره به خیال خودش ازمون آتو گرفته بود. یعنی اگه آتش سوزی اتفاق نمیافتاد هیچ کدوممون نمیفهمیدیم چه خبره، نه؟ نمیفهمیدیم؟ شما چی دارین میگین؟ چی دارین میگین شما؟ ها؟ فکر کردی من بی غیرتم؟ مامان شوخیت گرفته؟ به حد کافی دست و پام داره میلرزه. لطفاً صداتون رو نبرین بالا. همه چی رو دونه به دونه بهتون میگم. نه خیر، حتی اگه این اتفاق نمیافتاد بازم همه چی رو بهتون میگفتم. میخواستم باهاتون حرف بزنم. ساکت موندم چون که یه مدت باید اول خودم قبولش میکردم، باید دو دوتا چارتا میکردم، باید تصمیمی میگرفتم. اون آتیش سوزی باعث شد که تصمیم بگیرم، یعنی راحت تر تصمیم بگیرم. اگه این جسارت رو نمی کردم می فهمیدم که این دنیا هیچ وقت برای خودم وقتی نذاشتم و کاری نکردم. آفرین مامان، تو راه خودتو انتخاب کردی. آفرین. مراقب حرفات باش، دلیل نمیشه چون از من ناراحتی به هم بی احترامی کنی. این حق رو نداری مراد. واسه همین داداش نیست. به اونم قبل از ما گفتی چون خاص بود. اونم عصبانی شد و گذشت و رفت. چیه، به پسرت حرف زدی؟ باهات مخالفت کرد؟ قرار بود چی بشه مامان؟ ها؟ اگه داداش ازت حمایت میکرد به ما نمیگفتی، مگه نه؟ آره دیگه، همینه. فاروق سعی کرد ما رو آروم کنه ولی افسوس که کازه کوزه ها به هم خورد، مگه نه مامان؟ چی شد؟ آقازادتون اجازه ندادن؟ از کی تا حالا اینجوریه مامان؟ برای آخرین بار میگم، دارین با مادرتون حرف میزنین، پس ارزشا رو فراموش نکنین. حواستون باشه با کی حرف میزنین. اسمش شمراهه یا دوستی عمیق. کدوم دوستی مامان؟ مراد چیه؟ چیه داداش؟ مراد چیه؟ این آدم بگه همون نیست که اون همه بلا سرمون آورد. ها؟ مامان یادت رفته پشت سر همین آدم چقدر فحش دادی؟ مگه نگفتی اون نمک نشناس همه چیه با آدم گفته؟ اون مقصره. از کجا به گوش ریحان رسید؟ آخه چرا ریحان باید تو کلبه غریبه با تو قرار بذاره؟ چرا متوجه نیستی مامان؟ لطفاً آروم باش مراد. گفتم آروم باش. میدونم سوالاتون زیاده، همشون هم جواب دارن. لطفاً سوالا رو با هم دیگه قاطی نکنی. ندونسته داری بی احترامی میکنی. اول به من گوش بده. من پسر کیم مامان؟ ها؟ من پسر کیم؟ تو نبودی که تو موارد خیلی ساده ما رو خورد میکردی؟ ها؟ نه داداشو، مامان میدونه کارشو چطوری پیش ببره. مامان این اتفاق دقیقاً کی افتاد؟ داداش بحث ما این نیست. پس اون همه همبستگی چی شد مامان؟ شرافتمون چی شد؟ تو خونه ای که ما حق نداریم کسی رو بیاریم توش، میخوای تو واسه ما پدر خونده بیاری؟ آره؟ تو دیوونه شدی؟ عقلت از دست دادی مامان؟ بعد این همه سال از ما خسته شدی؟ بی ادب. بس دیگه دهنتو ببند. من نظرتونو نخواستم. حتی اجازه‌ام نمیخوام. حواستون باشه دارین با مادرتون حرف میزنین. مادر من این نیست. تو اصلا میدونی داری با پسرات حرف میزنی؟ آره؟ من
تا امروز هیچ کاری نکردم که شماها شرمنده باشین. کاری نکردم که خجالت بکشم. میفهمی؟ کاری نکردم که از طرف پسرام اینجوری سرزنش بشم. هرگز همچین کاری نکردم. هرگز همچین کاری نکردم و نخواستم که بکنم. پس الان داری چی کار میکنی؟ داری اطلاعات میدی؟ من تو این سنم ولی هنوز دارم شرکت رو اداره میکنم ولی هنوز. مامان ما چرا تو این خونه ایم؟ ها؟ چرا هممون تو یه خونه زندگی میکنیم آخه؟ چرا ما هنوز واسه هر کاری هر چیزی باید از تو اجازه بگیریم مامان؟ چرا؟ زندگی تو به خودت مربوطه، زندگی ماها اونم به تو مربوطه. نه از این خبرها نیست، اینجوری نمیشه مامان. اون آدم نمیتونه پاشو بذاره تو این خونه، نمیتونه پاشو بذاره اینجا. پس معلومه نمیخواین به حرفای من گوش بدین. نه من این میزه لعنت به این میزه، لعنت خدا بهش. بسه بلم کن داداش، نمیتونم تحمل کنم. هنوزم میخوای حرف خودتو بزنی؟ بسه آروم باش مراد. بلم کن داداش مراد، نمیخوام حرفاشو بشنوم. آروم باش مراد، نمیخوام حتی یک کلمه بشنوم. یا اونو انتخاب کن یا منو مامان. بس کن دیگه مراد،